مهسا امینی یا ژینا امینی. نامش در شبکه‌های اجتماعی میلیون ها بار تکرار شد. چهره‌های سرشناس داخل و خارج ایران نامش را بارها به زبان آوردند و برایش دادخواهی می‌خواهند. Hi, my name is Arash. Hi, my name is Jada Pinkett Smith. And I stand in solidarity with the brave women. مهسا دختر کرد 22 ساله ایرانی متولد سقز در کردستان بود. حدود ساعت 6 عصر سه‌شنبه 22 شهریور در نزدیکی ایستگاه مترو شهید حقانی در تهران توسط گشت ارشاد بازداشت شد. دلیلش آنطور که مقامات ایران میگویند بدحجابی بود. او چند روز بعد از بازداشتش روز شنبه ساعتی پس از اعلام درگذشتش تحت تدابیر امنیتی در سقز به خاک سپرده شد. قرار بود امسال در ارومیه اولین سال تحصیلی دانشگاه را تجربه کند. تصاویر دلخراش مهسا در تخت بیمارستان در کما و بر اساس برخی گزارش ها در گذشتش به علت مرگ مغزی ناشی از ضرب و جرح موجی از اعتراضات سراسری در ایران را جرقه زد. تا جایی که بارها مقامات حکومت ایران مجبور به واکنش نسبت به مرگ او شدند و مرگ وی بر اثر خونریزی مغزی را با استناد به گزارش سازمان پزشک قانونی انکار کنند. حکومت ایران مدعی شده که خانم امینی با توجه به سابقه عمل جراحی تومور مغزی در سن 8 سالگی دچار اختلال در محور مهم هیپوتالاموس، هیپوفیز و غدد تحت فرمان آن شده و تحت درمان بوده و در هنگام بازداشت دچار اختلال ریتم قلب و کاهش فشار خون دچار آسیب مغزی شده است. ادعایی که از سوی پدر خانم امینی رد شده. آقای امینی در مصاحبه با صدای آمریکا اعلام کرد که روی پیکر دخترش در ناحیه پشت گردن و گوش رد خون بوده و قسمت زیادی از بدن او از جمله پاهایش کبود شده بود. شماری از حقوقدانان داخل و خارج از کشور معتقدند که سازمان پزشک قانونی در ایران وابسته به قوه قضایی است و رئیس این قوه از طرف رهبر حکومت ایران تعیین می شود. در آخرین تحول روز شنبه مجلس ایران با استناد به گزارش پزشک قانونی ادعای تکراری را مطرح کرد. هیچ گونه ضرب و جرح، برخورد فیزیکی در مواجهه، انتقال و استقرار مرحومه خانم امینی در محل پلیس امنیت عمومی صورت نگرفته است. با توجه به گزارش پزشکی قانونی کشور مبتنی بر سوابق بیمارستانی، انجام معاینه ظاهری، کالبد گشایی، نمونه برداری، انجام آزمایش های تخصصی، اعلام می دارد فوت نام برده بر اثر برخورد فیزیکی، ضرب و شد یا اصابت هر گونه ضربه به وی نبوده است. این در حالی است که پیشتر بیش از 800 عضو سازمان نظام پزشکی ایران رئیس این سازمان را به کمک برای سرپوش گذاشتن بر علت مرگ مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد متهم کردند. از نظر ما امضا کنندگان این نامه، کمیته حقیقتیابی که پشت درهای بسته تشکیل شود اعتباری ندارد. رئیس سازمان نظام پزشکی از نام و اعتبار این سازمان برای مشروعیت بخشی به کمیته سفارشی حقیقتیاب برای سرپوش گذاشتن بر علت مرگ خانم مهسا امینی استفاده می کند. مرگ مشکوک شهروندان ایرانی در بازداشت سابقه طولانی دارد. از زهرا کاظمی خبرنگار کانادایی ایرانی تبار تا ستار بهشتی و مرگ زهرا بنی یعقوب در مرکز ستاد امر به معروف و نهی از منکر شهر همدان که علت مرگ او همچنان در حاله ای از ابهام است. مهران کریمی، رادیو فردا.